با شکر از اینکه تا ایدن با ما بودید. هر بسته تصویری نوشاخ میدیا شما را با یک موضوع تازه آشنا می‌سازد. پس این شبکه را سابسکرایب کنین و بیننده و شنونده بروزترین موضوعات نوشاخ میدیا باشین. 10 چیزی که نباید هرگز به صورت آنلاین خرید. خرید آنلاین در کشور ما به شدت رو به رشد است و به همین دلیل نیز بسیاری از ما هنوز به نحو مناسب با خرید در محیط مجازی آشنا نیستیم و ممکن است با مشکلات در مسیر روبرو شویم. برای خریدهای آنلاین علاوه بر مشکلات فنی ممکن است عدم آشنایی با محصولات نیز دردسر ساز شود. به همین دلیل در ادامه 10 چیزی را که نباید آنلاین خریداری کنین به شما معرفی میکنیم. اول، هر چیزی که در سایت‌های مشکوک عرضه میشه. این موضوع تنها به چیزهایی که نباید خرید باز نمیگرده، بلکه مشکل اصلی مربوط به محیطی است که خرید در اونجا انجام میشه. برخی از سایت‌ها محیط نسبتاً مشکوک دارن. البته ممکن است این سایت‌ها در نخستین نگاه عادی به نظر برسن، ولی این نشانه‌ها میتونن به شما وجود یک سایت مشکوک را اعلام بکنه. اول، قیمت بسیار عالی و تخفیف باور نکردنی، تعداد فونت‌های مختلف و سایزهای گوناگون متن، طراحی از مد افتاده و قدیمی، آدرس عجیب و غریب وبسایت. بنابراین در صورت مواجه با چنین سایت ها به هیچ عنوان از اونها خرید نکنین، زیرا با این کار تنها امنیت خودتان را به خطر انداختین. وسایل نقلیه. شاید در نخستین نگاه خرید آنلاین موتر چندان عجیب نباشه و ممکن است نمونه های فراوان از افراد را دیده باشین که خرید موفق آنلاین موتر یا موتورسیکلت را تجربه کرده، ولی بنابر دلایل خرید آنلاین موتر توصیه نمیشه. اول، قوانین ای سایت ها معمولا به حد زیرکانه است که ممکن است در صورت عدم رضایت نتانین معامله را فسخ کنین. محیط داخلی موتر و حسی که به شما خواهد داد امر بسیار مهم در راحتی شماست و این حس به صورت آنلاین القا نخواهد شد. خرید موتر آنلاین ممکن است با تفاوت در پرده های رنگ موتر و محیط داخلی همراه باشه، زیرا تعریف رنگ ها در نمایشگرها و همچنان بر اساس کمره ای که عکس با او گرفته شده متفاوت خواهد بود. بنابراین پیشنهاد میکنیم که بدون دیدن موتر از نزدیک برای خریداری کردن آن اقدام نکنید. دواهای تجویز شده توسط دکتر. شاید این مورد همچنان بتانیم همرده با مورد اول به حساب بیاریم. خرید دوا به صورت آنلاین معمولا بسیار سریع است، ولی علی رقم وجود سایت های معتبر برای کار، سایت های جعلی فراوان تنها با تغییر یک عبارت در دامنه میتونه شما را فریب بده. به این ترتیب ممکن است با دواهای روبرو شوین که جعلی و یا تاریخ مصرفشان گذشته باشه. بنابراین اگر میخواین که آنلاین دوا بخرین، تنها بعد دامنه های مورد تایید مراکز معتبر مانند وزارت صحت عامه اعتماد کنین. هرچند که این عوض خرید و فروش آنلاین در افغانستان هنوز چندان معروف نیست، ولی آگاهی داشتن از شرایطش میتونه که در آینده نزدیک به کار شما بیاید. دواهای غیر قانونی. معنی دواهای غیر قانونی در دو بخش قابل تفسیر است: مواد مخدر و دوای بدون نسخه. در هر دو صورت باید بدانید کسی که این دو مورد را به شما میفروشه خاک به چشمتان میزنه و به دنبال ای است که از خود رد بر جای نگذاره. با قرار دادن این مورد در یک معامله دو جمع دو میتونین درک کنین که چرا خرید دواهای غیرقانونی به صورت آنلاین بر شما خطرناک است. محصولات کپی از کار طراحان حرفه‌ای. طراحان حرفه‌ای تلاش زیاد برای تولید محصولات خود میکنن. لباس ها و دستکول ها و سایر تجهیزات از این دست ممکن است در بازارهای آنلاین بسیار یافت شوند، ولی چگونه میتونین از اصل بودنش اطمینان پیدا کنین؟ در شرایط خرید فیزیکی میتونین با لمس جنس ماده تولیدی به بسیاری از مشکلات پی ببرین، ولی در خرید آنلاین تنها میتونین عکسای را مشاهده کنین که فاقد چنین امکانات هستند. در این صورت باید به دو نکته توجه داشته باشین. نخست ای که هیچ ارزان بی دلیل نیست و وقتی که یک بکسک مارکدار با قیمت یک سوم نمونه اصلیش در بازار مشاهده میکنین، بدونین که به احتمال 99% با جنس تقلبی روبرو هستین، و دومی که تنها از بازارهای آنلاین معتبر خریداری کنین تا جنس اصل به دست شما برسه. موضوع بعدی، لوازم بزرگ منزل. خرید لوازم بزرگ برای منزل در محیط آنلاین به دو دلیل میتونه دردسر ساز باشه.
نخستین مورد ای که نمیتونن انتظار داشته باشین که حمل و نقل توسط وبسایت فروشنده انجام شوه و به همین دلیل نیست اگر آسیب به جنس خریداری شده وارد شوه، فرآیند بازگرداندن جنس به فروشنده دردسرساز و زمان بر خواهد بود. مورد دوم نیست به خدمات پس از فروش باز میگرده که میتونه بسیار پیچیده باشه و به همین دلیل نیست اگر میخواین که ای دست از وسایل مانند یخچال، ماشین لباسشویی و غیره را آنلاین بخرین، بهتر است از سایت معتبر اقدام کرده و پیش از خرید بر مطالعه دقیق قوانین فروش و خدمات اقدام کنین. مورد بعدی لوازم آرایشی. در زمینه لوازم آرایشی نیز دو مشکل برای خرید آنلاین وجود داره. نخستین مورد رنگ بندی است که پیش از این نیز به او اشاره شد که بر اساس کمره عکاسی و نمایشگر میتان رنگ های مختلف را چند پرده متفاوت دید که امر در زمینه لوازم آرایشی بسیار مهمتر از سایر موارد است. دومین مورد نیز به عدم امکان تست باز میگرده، زیرا معمولا نمیتوان لوازم آرایشی را دوباره رد کرد و همین امر موجب میشه تا خرید لوازم آرایشی به صورت آنلاین بسیار ریسکی باشه. خانه. شاید این مورد به هیچ عنوان نیاز به توضیح نداشته باشه، زیرا به سادگی میتونین درک کنین که خرید یک خانه شامل نکات بسیار کوچک است که بدون حضور فیزیکی در خانه نمیتونین به این نکات پی ببرین. زوایای تقاطع دیوارها، ابعاد داخلی الماریها و غیره اشاره کرد. عطر. خریدن عطر به صورت آنلاین ممکن است به دو دلیل به شما مشکل ساز باشه. نخست ای که ممکن است جنس خریداری شده تقلبی باشه و مورد دوم نیز ای که خریداری کردن عطر جدید به صورت آنلاین یک حماقت محض است، زیرا بوی عطر ممکن است برای فرد خوشایند نباشه و این دست از اجناس به هیچ عنوان قابل بازگرداندن نیستند. و در اخیرم حیوانات خانگی. شاید تنها حیوانی که بتونین به صورت آنلاین و با خیال راحت خریداری کنین ماهی باشه. سایر حیوانات ممکن است توسط مراکز عرضه شوند که این موجودات بی‌زبان را در محیط بد نگه داشته باشن و همین امر ممکن است به شکلگیری بیماری های دونجا منتهی شود که میتونه حیوان را برای یک عمر در عذاب نگه بداره و شما نیز باید در این عذاب شریک شوین. پیشنهاد میشه که بدون دیدن حیوانات و محیط نگهداری اونا از نزدیک برای خریداری کردن حیوان خانگی اقدام نکنین که ریسک بسیار زیاد داره. تشکر از اینکه تا ایدن با ما بودین. هر بسته تصویری نوشاخ میدیا شما را با یک موضوع تازه آشنا می‌سازد. پس این شبکه را سابسکرایب کنین و بیننده و شنونده بروزترین موضوعات نوشاخ میدیا باشین.